به مجموعه خبری این ساعت با من مدینه حسن خوش آمدید. مسئولان ریاست زراعت هرات از برگزاری هشتمین جشنواره بزرگ انگور، عسل و محصولات زراعتی در این ولایت خبر می دهند. هدف از برگزاری این نمایشگاه را بازاریابی برای تولیدات محصولات زراعتی خوانده و علاوه کرده اند که این ریاست جشن انگور را برای هشتمین سال پی هم برگزار نمودند. با این حال کشاورزان در این نمایشگاه خواستار صادرات محصولاتشان به خارج از کشور شدند. ذاکر الله ذاکر رئیس دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با اسکات اسمیت مسئول بخش سیاسی یونما گفته است که قوانین در افغانستان بر اساس دین تدوین می شوند و جای نگرانی نیست. ارگ در خبرنامه به نقل از آقای ذاکر نوشته که امارت اسلامی به کار تمام دیپلمات های مقیم افغانستان احترام می گذارد، اما به گفته او این دیپلمات ها باید اصول موجود را در نظر داشته باشند. فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش به نگرانی های مبنی به حضور و فعالیت طالبان پاکستانی در افغانستان واکنش نشان داده است و میگوید که تحریک طالبان پاکستانی در خاک آن کشور است و ساحات را در تسلط خود دارد که عملیات هایش را از آنجا سازماندهی می کند. این در حال است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بار دیگر گفته است که تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان حملات خود را سازماندهی می کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی را در پایتخت کامرون شرکت می کند. معاون وزارت خارجه می گوید که آقای متقی در حاشیه این نشست مقام ها و نماینده های شماره از کشورها نیز دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. قرار است این نشست برای دو روز در پایتخت کامرون برگزار شود. ایریک مومیر سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید که این اتحادیه در سال جاری 100 میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است که حدود بیش از 100 میلیون دلار می شود. وی تاکید کرده است که این کمک ها از طریق نهادهای همکاری این اتحادیه به مردم افغانستان توزیع می شود. در همین حال شمار از آگاهان اقتصادی میگویند که کمک های بشری نمی توانند تغییرات اساسی را روی اقتصاد کشور به وجود بیاورد. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاملا هاریس رقیب دموکراتش را مسئول شکست خروج نیروهای آمریکا از افغانستان دانست. وی در اظهارات گفته است که مسئول شکست نیروهای آمریکایی در افغانستان کاملا هاریس و جو بایدن است. در همین حال شمار از آگاهان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را تجاوز می‌خوانند و می‌گویند که این گونه اظهارات تبلیغات انتخاباتی است. انتونی گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد از اسرائیل خواسته است که به گونه فوری عملیات نظامی گسترده آن کشور در کرانه باختر را متوقف کند. در بیانیه آقای گوتریش با اشاره به وضعیت ناآرام منطقه که بالقوه آماده انفجار است آمده که عملیات اسرائیل آن را تبدیل به وضعیت خطرناکتر کرده است. مقام های فلسطینی میگویند که حداقل 11 تن در جریان آنچه اسرائیل عملیات ضد هراس افغانی اعلام کرده است کشته شده اند. این بود اخبار این ساعت. سپاس از توجهتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.